داستان غم‌انگیز نستوی نادری، گوینده و گرداننده موفق افغانستان. به نام یاد خدا و با عرض سلام بیننده های تلویزیون جوانان، برای تعقیب کردن چینل ما لطفاً سابسکرایب فراموشتان نشه و همچنان تکمه زنگوله را فشار بدید. نستوی نادری از ولایت بدخشان می باشد و پدر وی پرتو نادری نام دارد که یکی از نویسنده ها و شاعرای مشهور افغانستان است. نستوی نادری در ایام نوجوانی آغاز به کار رسانه کرد. وی تلاش کرد تا در یکی از رسانه های آزاد افغانستان کار کند و بالاخره توانست در تلویزیون طلوع برنامه بامداد خوش را آغاز کند. در نخست وقت نستوی نادری به کار خود آغاز کرد، علاقمندان خاص را به خود جلب کرد. بعد از یک مدت وی از تلویزیون طلوع اخراج شد. وی همراه یکی از دوستش نزدیک تلویزیون شمشاد می رود و به رئیس وی دو دشنام می دهد و زمانی که مسئولین تلویزیون طلوع اطلاع پیدا می کنند، وی را از تلویزیون طلوع اخراج می کنند. نستو نادری بعد از یک مدت کارهای رسانه‌ای خود را در تلویزیون نورین در برنامه سرزمین من آغاز می کند. وی در شروع یک برنامه کاملا نرمال می داشته باشد و بعدها برنامه های انتقادی را آغاز می کند که بیشتر هنرمندان و سیاستمداران و شرکت های خصوصی را مورد انتقاد قرار می دهد. بعد چند وقت در تلویزیون نورین برنامه را به نام گزمه نورین آغاز می کند که در این برنامه نستو نادری با مشکلات زیاد مواجه می شود. وی می گوید: من در نخست فکر می کردم کار را که انجام می دهم واقعا خیلی درست و بجا است و همیشه از حمایتی که مردم در مقابل من داشتن خیلی خوشحال بودم. بعد چند وقت دانستم که من یک شخص منفی در جامعه معرفی شدم، اما بعد از یک مدت متوجه شدم کارهایی را که انجام می دهم درست و قابل قبول مردم افغانستان نیست، بلکه یک تعداد منفی گرایان من را تشویق می کنند. تا بالاخره سرنوشت مرا به معتادی کشاند. زمانی که به معتادی رسیدم، او وقت دانستم که در زندگی چی اشتباهات بزرگ انجام دادیم. شبها و روزا را به تنهایی سپری کردم. فامیل و خانواده همه مرا ترک کردن. نزدیکترین دوستایم که همراهیم بودن دیگه از من هیچ خبر نداشتن و حتی یک بار به من هم تماس نگرفتن. زندگی برایم بسیار دشوار شده بود و شبها و روزها را در زیر پل سوخته کابل سپری می کردم. حتی چندین بار تصمیم گرفتم که خودکشی کنم، اما خواست خدا نبود. از زمانی که من در زیر پل سوختی کابل رفتم به واقعات عجیب سر خوردم، اما تا هنوز دشمنان نامرئی که مرا به این چنین سرنوشت کشاندن نشناختم. حتی یکی از روزها بود که خیلی گرسنه بودم. دو سه شب بود که من همراه دوستم نان نخورده بودم و یکی از کاکاهایم که در نظام کار میکند تماس گرفتم و از او خواستم که تا برای من یک مقدار پول بدهد. او مرا به سر کتل خیرخانه خواست. چون هیچ پول نداشتم، از پل سوختی کابل تا سر کتل پیاده رفتم. وقتی میخواستم داخل موتر را شوم، هیچ موتربان و کلینر مرا اجازه نمیداد تا داخل موتر شوم و با یک زبان زشت و خشن میگفت: برو موتاد، دور شو از موتر. بسیار روز سخت بود. وقت رسیدم آفتاب غروب کرده بود و تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود. رفتم به بازار پل سوخته، یک مقدار غذا خریداری کردم و با بسیار خوشحالی حرکت کردم تا غذا را همراه دوست عزیزم نوش جان کنم. وقت رسیدم، آن لحظه اجگاهی از خاطرم فراموش نمی شود. لحظه بسیار سخت و دردآوری بود. لحظه بود که بیانش برایم خیلی مشکل است. وقت رسیدم، دیدم که نزدیکترین دوستم که همیشه در تنهایی ها و در همه حالات همراه من بود جان باخته است
و همه دوستانم دور پیش او جمع شدند. رفیق تنهایی و رفیق روزهای سخت زندگی که به دلیل گشنگی جان داده بود. هر شب که خواب می کردم، صبح آن وقت وقت بیدار می شدم، می دیدم که یک و یا دو دوستم را از دست دادم، یا به دلیل گشنگی و یا به دلیل سردی. واقعا روزهای سخت بود که من با دوستانم سپری کردم. خاطرات تلخ از روزهای معتادیم دارم، اما حالا خیلی خوشحال هستم که دوباره به زندگی اصلی و واقعی خود برگشتم. این بود داستان سرنوشت تلخ نستوی نادری. برای ویدیوهای بعدی لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و همکار و شنونده همیشگی تلویزیون جوانان باشید. تشکر از توجهتان دوستای عزیز. برای ویدیوهای بعدی لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و همچنان تکمه زنگوله را فشار بدید.